باشه بیشتر بهش بپردازیم بحث مذهب هستش و بحث معنویت. دقیق میفرمایید. من فکر می مردم ایران رو واقعا می... روحانیت در درون ایران دارن همچین تبلیغی رو میکنن که آقا اینهایی که مخالفن رو فریاد میزنن مخالف خدا هستن. بله. بله. میخوان دین و خداشناسی رو از بین ببرن. همونطوره. حواستون باشه. حتی همین چند روز پیش آقای خامنه ای در بله. نطقش گفت ما سه میلیون و نیم دانشجو داریم، بله. دو میلیون اونها در رشته علوم انسانی علوم انسانی درس میکنن که مقایر با بله، مذهبه بله دقیقا ببینید من فکر کنم میبایستی جوانان ما روشنفکران ما دانشجویان ما در داخل کشور برای قشری که وابستگی داره به مذهب این رو توضیح بدن که مسئله مذهب از مسئله روحانیت جدا هستش و اصلا این کلمه روحانیت واقعا در خور کسانی که امروز دستشون به خون مردم آلوده است تجاوز کردن غارت کردن دروغ گفتن هر گونه تخلف اخلاقی رو که شما تصور بکنید سی ساله دارن اعمال میکنن من نمیدونم چه جوری میشه راجبشون کلمه روحانیت رو که کلمه زیبای مثلا فرهنگی هستش به کار بردش بنابراین این بحث معنویت رو که عبارت است از باورهایی که مردم ما میتونن داشته باشن به یک آفریدگاری به یک فلسفه ای در واقع این رو ما میبایستی از دکانی که به صورت تاریخی این اقلیت را انداخته و به اسم مذهب داره جنایت میکنه قارت میکنه همیشه در کنار قدرتمندان همیشه در کنار زورگویان همیشه در کنار ستمگران بوده این بسات رو میبایستی یک بار برای همیشه جمع کردش دقت داشته باشیم اتفاقی که امروز داره تو ایران میفته این استش که مردم ما دارن همزمان با چندین نیرو تصفیه حساب میکنن جناب پارسا یعنی همزمان میبایستی از پس این نهاد کهنهگرای ارتجایی بازار پس بیان باید از پس جنایت سالاری سپاه پس بیان و همچنین میبایست یک نهاد چندصد ساله سالهی مثل نهاد آخوندها رو روحانیت رو میبایستی با اش حساب بکنن به همین خاطره که مبارزه کنونی یک مبارزه بسیار دشواره، بسیار سخته، بسیار پربهاست و به خاطر همین هم هستش که زمان میبره اما مردم ما باید بدونن که روحانیت نقشی که در تاریخ ما داشته صرفا و صرفا مقابله و مبارزه بوده با پیشرفت اجتماعی با ترقی اجتماعی با مدرنیزاسیون در واقع با هر جایی که جامعه ما خواسته از این پوسته سنتیش بیرون بیاد و بیفته تو مسیر پیشرفت اینا اومدن و به اسم مذهب یا بهانه‌های دیگه در واقع مانع شدن این بار هم همینه جناب پارسا دشمنی که روحانیت داره در واقع با علوم انسانی که شما ذکر کردید دشمنی هستش که با تفکر داره با اندیشیدن داره با اندیشه ورزی آزاد داره با رشد معنوی انسان داره با رشد فرهنگی انسان داره علوم انسانی به شما پایه های رشد معنویتون رو میده پایه های تکامل فردی و تکامل اجتماعی تون رو میده و مسلمه که یه کسی که میخواد شما رو درگیر مسائل ابتدایی بکنه که در توضیح مسائلشون هستش در, در مورد انجماد فکری در حقیقت کار خودش رو انجام بید. بله ببینید میلیون صفحه کتاب کاغذ کتاب در این سالها چاپ شده برای اینکه مسئله قسل جنابت و وضو و تیمم و نمیدونم خون و حیز و غیر و و اینا رو توضیح بده آیا مسئله مردم ما در ابتدای قرن 21 در سال 2009 اینه؟ آیا مسئله مردم ما این استش که بدونن که در موقع نماز اگر یک زنجیر طلای ازشون آویزون باشه مکروه یا حرام یا چی هستش مسئله مردم ما بیکاری فقر مسئله مردم ما دسترسی به تکنولوژی جدید هستش به وجود آوردن کار برای جوانان هستش تامین پیشرفت این جوانان در آینده هستش برقراری شرایطی هستش که انسان ایرانی درش بتونه رشد بکنه پیشرفت بکنه از لحاظ مادی و معنوی و همه اینها هموطنان عزیز بدونن من. سه مانع اصلی هستش که امروز بر سر این راه وجود داره یک مانع بازاره که به مسئله استقرار فقر در ایران میپردازه یک مسئله سپاه هستش که به مسئله استقرار ترس و وحشت در ایران میپردازه و یکی هم نهاد روحانیت هستش که به استقرار جهل و ناآگاهی در واقع میپردازه ما میبایستی از شر این مثلث راحت بشیم اگر میخوایم وارد فاز پیشرفت تاریخی بشیم من امیدوارم جناب پارسا که برنامه بعدی رو ما اختصاص بدیم به این توضیح این مثلث و روابط متقابلی که داره و اینکه مردم ما چگونه میتونن از, از, میتونن از این مثلث از این دستگاه تحلیلی استفاده بکنن برای پیدا کردن یک راهکار که از این بنبست تاریخی بیرون بره چون وقتی که هر بحثی رو تمام می‌کنیم فاصله سوال برای بینندگان پیش میاد که بیرون رفت از این چگونه است از بینندگان گرامی خواهش میکنم به دقت این مطالب رو توجه بش بکنن هر سوالی دارن میتونن برای ما فکس بکنن ضمنا به سایت آقای دکتر ارفانی تحت آدرس www.kurushirfani.com سری بزنند صدها و دهها مقاله و گفتار و سخن در اونجا هست که میتونید با شخصیت دکتر ارفانی بیشتر آشنا بشید پجوهش های او رو ببینید ایشان در بسیاری از مجامع علمی سخندانی ها سمینار ها داشتن تدریس کردند. و امروز حضورشون قنیمت است در تلویزیون پارس و من جداگانه باید از همکار بسیار گرامی و انسان وارسته این تلویزیون علی رضا میبودی سپاس بکنم که یکی از مشوقین ما هستند در ارائه بهتر این برنامه ساعتهای پخش این برنامه که مردم بیشتر در جریان قرار بگیرند که از اندیشه های یک پژوهشگر گرامی چون دکتر ارفانی چگونه برخوردار بشه سپاسگزار یکایی که شما هستم این برنامه امشب هم تکرار خواهد شد و ضمناً بر روی سایت تلویزیون پارس پارس تیوی دات کام و همچنین یوتیوب پارس تیوی می توانید این برنامه ها رو ببینید به طور بسیار گسترده پارس تیوی 2009 در یوتیوب و بسیار خوشحال هستیم که می توانیم به خدمتی فرهنگی آموزشی و علمی به جامعه از طریق این تلویزیون ارائه بدهیم تا دیداری دیگر گفتگوی دیگر که با هم در خدمت دکتر ارفانی با شما بینندگان خواهیم بود همه شما عزیزان رو به خدای ایران می سپاریم شاد زی مهر افزون پایدار خدا نگهدار